سلام دوستان، توی ویدیوهای قبلی با هم یاد گرفتیم چطور میتونید با نظر جینانه و سایت پرایمری پرایمر طراحی کنید. اما خیلی از شما درخواست کرده بودید که آموزش طراحی پرایمر با نظر الیگو 7 رو هم بذارم روی کانال. توی این ویدیو می‌خوایم با هم یاد بگیریم چطور میتونیم از نظر الیگو 7 واسه طراحی پرایمر استفاده کنیم. اگر می‌خواید کار با این نظر یاد بگیرید، در ادامه این ویدیو با من همراه باشید. میلاد هستم و شما در حال تماشای یکی دیگه از ویدیوهای کانال بایو اسکیل هستید. من به صورت هفتگی یه سری ویدیو در مورد آموزش زیست‌شناسی مولکولی و بیوانفرماتیک و یه سری از تجربه تحصیل و زندگیمو توی استرالیا با شما به اشتراک می‌ذارم. اگه به دیدن این سب ویدیو علاقمندید، لطفا روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و اگر اون زنگوله کنار سابسکرایب هم کلیک کنید، وقتی من ویدیو جدید منتشر می‌کنم واسهتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید تشریف بیارید و اون ویدیو رو ببینید. لطفا اگر ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و اگر نظری دارید توی بخش کامنت ها واسه من بنویسید. دوستان قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، خواستم ازتون درخواست کنم اگر تا حالا ویدیوی مبانی طراحی پرایمر رو ندیدید، برید حتما اون رو ببینید قبل از این ویدیو، بهش احتیاج دارید. و ابتدای ویدیوی طراحی پرایمر با جین رانر رو هم ببینید. مربوط به نظر جین رانر نمیشه، مربوط به استخراج ژن از پایگاه داده ژنی یا همون سایت NCBI هست. اون رو نیاز دارید و استفاده از اون رو نیاز دارید تا ببینید چطور میتونید ژنتون رو استخراج کنید و وارد این نرم افزار کنید. اگر نظر الیگو 7 رو دارید که چه بهتر، اگر ندارید یه سر بزنید به کانال تلگرام من با آدرس بایو اسکیل پرو، این پایین آدرسش هست، و هشتگ الیگو 7 رو سرچ کنید. اونجا میتونید نظر رو دانلود کنید و نصب کنید و استفاده کنید. بریم با هم کار با نظر رو یاد بگیریم. دوستان قبل از اینکه شروع کنیم، بذارید یه نگاه کلی به رابط کاربری نظر الیگو 7 بندازیم. خب میبینید یه سری پنجره دارید، یه سری نمودار دارید اینجا. اولش یکم گیج کننده به نظر میاد، اما اگه توضیح بدم واسهتون متوجه میشید که خیلی هم راهنمایی خوبی هستن برای کسی که میخواد باهاشون کار کنه. در واقع به صورت بصری خیلی کار رو واسهتون راحت کردن. بذارید از بالا شروع کنم. خب بالا مثلا خیلی از ابزارهای دیگه منوبار رو دارید که در واقع منوهای لازم واسه اون کاری که میخواید رو واسه تو اینجا مهیا کرده. فایل که مثل همیشه میتونید در واقع فایلی که میخواید باز کنید. من یه توضیح بدم خدمتتون، من چون که نرم افزار اصلی رو روی این لپتاپم نصب نکردم و این دموی اون نرم افزار هست، به من اجازه نمیده که سکانس جدیدی واردش کنم. یعنی در واقع فقط یه سکانس واسه من اینجا گذاشته، در واقع واسه تست دیگه، و من در واقع همین کارامو راه میندازه و من میتونم آموزشمو روی همین نرم افزار که به صورت دمو هست انجام بدم. اما نسخه در واقع قابل استفادهش روی در واقع کانال تلگرام هست، میتونید دانلود کنید از اونجا. همچنین من فایل در واقع کاربریشو، فایل آموزش نیست، در واقع فایل راهنمای خود نرم افزار الیگو 7 که از وبسایتشون گرفتم گذاشتم روی کانال، اونم میتونید استفاده کنید. اگر جای گیر کردید کاملا میتونه در واقع مشکل شما رو برطرف کنه. خب بذارید من برگردم. اگر بخواید سکانس جدیدی وارد نرم افزار کنید، میتونید تو قسمت فایل نیو سکانس رو میزنید، سکانستون رو پیست میکنید، یا اگر فایل فست است انتخابش میکنید و این پایین سمت چپ یه دکمه اکسپت داره، اون رو میزنید و سکانستون وارد میشه و دقیقاً همین صفحه‌ای که من میبینم رو شما برای ژن خودتون مشاهده میکنید. خدمتتون گفتم من الان این کارو نمیتونم انجام بدم به خاطر اینکه من نسخه دمو رو دارم. توی بخش ادیت میتونید در واقع اون سکانس هایی رو که انتخاب کردید، حالا میتونه پرایمر باشه، میتونه کل سکانستون باشه، میتونه الیگوی باشه که انتخاب کردید، و میتونه اون بخش هایی باشه که میخواید بعدا روش کار کنید، اینا رو میتونید ادیت کنید. من در ادامه همشون رو انجام میدم که بتونید بهتر متوجه بشید منظورم چیه. تمامی آنالیز هایی که این نرم‌افزار واسهتون انجام میده رو تو بخش آنالایز میتونید مشاهده کنید. میبینید که میتونید مشخصات اون الیگویی که انتخاب کرده رو ببینید، ببینید در واقع داپلکس تشکیل میده یا نه، هرپین تشکیل میده یا نه، در واقع ترکیبش چجوریه و تی امش چطوره، و جای متصل میشه جای غیر از اونجایی که باید متصل بشه، منظورمه متصل میشه یا نه، در واقع آن اسپسیفیک بایندینگ دارید یا نه، هومولوژیش چطوره، و موارد دیگه که اینجا همشون رو مشاهده میکنید. ما چند تاشون رو باش کار داریم، یک مثل اوپن ریدینگ فریم و در واقع مشخصات پرایمر مثل داپلکس فورمیشن، هرپین و شاید هم کامپوزیشن. توی بخش سرچ هم میتونید به صورت اتوماتیک واسه پرایمری که میخواید جستجو انجام بدید، یا واسه اون سکانسی که میخواید ببینید اصلا اون سکانسی که میخواید اینجا هست یا نه، مثلا یه ژن دارید، یه پرایمر هم دارید، میخواید ببینید پرایمر برای کجای ژن طراحی شده، اینجا میتونید مثلا توی بخش فور سرچ فور سیکونس استرینگ بگردید و اون رو پیدا کنید، حالا مثلا رشته سنس یا آنتی سنس، و میتونید دنبال ریستریکشن سایت ها بگردید توی ژنتون، و یا اینکه ریستریکشن سایت ها توی ترجمه ژنتون که میشه پروتئین شما. توی قسمت سلکت میتونید اون بخشایی که میخواید به عنوان فوروارد پرایمر، ریورس پرایمر و الیگو در واقع فوروارد و ریورس، و همچنین یه دونه در واقع پوزیشن جدید واسه الیگو، اینا رو میتونید اینجا انتخاب کنید.
راه‌های آسان‌تری هم هست، لازم نیست هی برگردیم به منو، اما فعلا دارم منو رو معرفی می‌کنم، فقط می‌خوام که این رو بدونید. یه سری تنظیمات هست که وقتی شما می‌خواید در واقع پرایمرتون رو طراحی کنید توی بخش چنج میتونید انجام بدید برای اینکه انتخاب مطلوب تری داشته باشید که بعداً در موردشون بیشتر صحبت می‌کنیم. خب منوی ویو خیلی دسترسی خاصی بهتون نمیده، یعنی تول بار رو میتونید داشته باشید یا نداشته باشید و استاتوس بار رو که میتونید داشته باشید و نداشته باشید و این دوتای آخری هم که توی همه نرم‌افزار هست، در واقع ویندو و هلپ که میتونه در واقع واسه شما کمک کننده باشه که استفاده کنید بهتر از نرم‌افزارتون، زیاد با اونا کاری نداره. اما بریم سراغ بخش اصلی نرم‌افزار، یعنی اون بخشی که به صورت بصری شما میبینید و احتمالاً اگه با اون آشنا باشید کار با این نرم‌افزار خیلی خیلی واسهتون راحت میشه. باکس اول بالا سمت چپ دی ان ای سیکونس هست، در واقع مشخصات کلی سکانس دی ان ای شما رو به شما میگه. این بالا گفته که طول دی ان ای شما، در واقع طول قطعه‌ای که شما انتخاب کردید بهتره و درست‌تره. اینجا 1868 نوکلئوتید است، در واقع من یه قطعه 1868 نوکلئوتید رو وارد نرم‌افزار کردم. اوپن ریدینگ فریمش هم در مثبت 1 که اینجا واسه اون مشخص کرد، میبینید که من سکانسم از منفی 18 شروع میشه. میبینید که من وقتی که موس رو جابجا کنم روی این در واقع نوکلئوتید ها این پایین صفحه، پوزیشن اون نوکلئوتید رو به من میگه. اگر بیاین سمت راست همین در واقع سکانس رو نگاه کنید، به طور رنگ قرمز هست پوزیشن و تی ام اون بخش خاص و اون نوکلئوتید خاص رو به من میگه. کارنت اولیگو لنث، ببینید این بخش هایلایتی که اینجا هست بهش میگن کارنت اولیگو لنث، در واقع طول اولیگو انتخابی شما الان 20ه، یعنی 20 نوکلئوتید به صورت پیش فرض در نظر میگیره نرم افزار و شما میتونید اون رو تغییر بدید. توی گزینه چنج هست بعد این کارو با هم انجام میدید. من اگه این رو جابجا کنم میبینید که پوزیشن اون در واقع اولیگو انتخابی من تغییر میکنه. اون پوزیشنی که اینجا مینویسه اولین نوکلئوتید از سمت چپ هست که شما میبینید. مثلا من اگر بیام اینجا روی مثلا 70 کلیک کنم، میبینید که اولین نوکلئوتید سمت چپ من یه تیمین هست که در واقع توی پوزیشن 70 قرار داره و تی ام اون رو هم به ما میگه. احتمالاً به این فکر کنید که منظور از تی ام چیه. تی ام برای پرایمره. اگر به ویدیوهای مبانی توری طراحی پرایمر رو ببینید، میبینید که تی ام رو واسه یه نوکلئوتید هم توی یه در واقع اولیگو و یا توی یه ژن میشه تعیین کرد با اون روش نیرست نیبر و اینجا هم از همین روش استفاده کرده. خب پنجره بعدی که این وسط هست پنجره سلکشن ما هست. ما هر در واقع توالی رو که می‌خوایم به عنوان اولیگو یا به عنوان پرایمر انتخاب کنیم اینجا میتونید در واقع انتخابش کنید. خیلی راحت هست. مثلا من اگر بخوام این تیکر رو انتخاب کنم از مثلا پوزیشن 50 و این بخش رو بخوام انتخاب کنم به عنوان پرایمرم، این رو انتخاب میکنم اینجا و روی دکمه خاکستری کنار فوروارد پرایمر کلیک میکنم. در آخر انجامش میدیم، فقط فعلا داریم معرفی میکنیم، میخوام که بدونید و چه اتفاقی میفته. و وقتی این فوروارد پرایمر و ریورس پرایمرم رو انتخاب کردم، این گزینه PCR product واسه من فعال میشه. یعنی اگر روی این آیکونی که حالت آی داره وسطش کلیک کنم، یه سری اطلاعات به من میده در مورد PCR که میخوام انجام بدم و محصول من و پرایمر های من. توی این کادر سمت راست شما میتونید بخش های مختلفی برای اون قطعه دی ان ای که وارد نرم افزار کردید مشخص کنید. به صورت دیفالت خود نرم افزار یه دونه لاین داره اینجا که کل قطعه ای که شما میخواید انتخاب کنید رو اینجا مشخص کرده، اما شما میتونید مثلا یه قطعه خاص رو از اون انتخاب کنید که بعداً برای همون پرایمر طراحی کنید و یا اینکه مثلا وقتی که دارید به نرم افزار میگید که واسه من برای پرایمر سرچ کن، میتونید بهش بگید که فقط اون قطعه رو سرچ کن، مثلا از 100 نوکلئوتیدی تا 800 نوکلئوتیدی واسه من سرچ کن واسه اینکه پرایمر واسه من پیدا کنید. یه گراف دارید اینجا که بهش میگن melting temperature graph. این در واقع قسمت بالا رو با همه این خطایی که زیرش مشاهده میکنید بهش میگن زوم اوت اریا، این بخش پایین رو بهش میگن زوم این اریا. تو زوم اوت اریا همونجور که از اسمش مشخصه شما یه نمای کلی دارید از اون اتفاقی که داره میفته توی سکانس شما. جاهای مختلفش رو میبینید که بعضی جاها تی ام بالاتره، بعضی جاها تی ام پایینتره و این نمای کلی به شما کمک میکنه که وقتی بخواید پرایمرتون رو انتخاب کنید یه ایده کلی ذهنی داشته باشید که از کجای این جن من بتونم انتخاب کنم پرایمرم رو که به قول معروف مشخصات پرایمر فوروارد و ریورس هم به هم نزدیکتر باشه. این هم بیشتر در موردش صحبت میکنیم. فقط من اگر بخوام واسهتون مثال بزنم، میبینید که من روی هر جای این کلیک کنم یه بخشی از این زرد میشه. این بخش زرد رو شما میتونید توی زوم این اریا این پایین ببینید، یعنی در واقع میتونید بیشتر روش در واقع فوکوس کنید و روی زوم این اریا هم هر جا در واقع کلیک کنم میتونم مشخصات اون بخش رو، یعنی اون در واقع اولیگویی که انتخاب شده رو توی این بخش دی ان ای سیکونس هم ببینم. خب پایین این melting temperature graph شما
چندین خط میبینید، چندین خط موازی به صورت نوار هستن که هر کدوم از اینا نشان دهنده یه چیزیه. من اگه بخوام اول کلی بگم، شما میبینید 3 تا مستطیل دارید که مستطیل بالایی به 5 بخش تقسیم شده، مستطیل پایینی به 4 بخش تقسیم شده و یه دونه هم تکی دارید این پایین پایین. اما این 5 تا بالایی چیه؟ شما اگر یه دونه در واقع پرایمر فوروارد انتخاب کنید، میبینید که یه بخشی از این در واقع قرمز میشه به نشانه اینکه پرایمر فوروارد شما از این بخش شروع میشه. پایینی در واقع خط دوم از این 5 تا میشه آپر اولیگو، یعنی اگر شما بخواید یه اولیگو واسه رشته سنس تعریف کنید اونجا هست. بعدی میشه پروداکت ریزالت، یه خط خاکستری واسه شما میاد وقتی که دارید در واقع اون قطعه رو انتخاب میکنید، یعنی پرایمر فوروارد و ریورس رو که انتخاب کردید اون بخش بین اون دوتا میشه پروداکت که اون رو به رنگ خاکستری نشون میده. بعد از اون بخش در واقع لوور اولیگو هست و پایین ترین خط هم نشان دهنده محلیه که شما پرایمر ریورستون انتخاب میکنید. بچه همه اینا رو با هم انجام میدید متوجه میشین. فقط میخوام یه پیش زمینه ذهنی داشته باشید که بعدن که دارم انجام میدم و صحبت میکنم دارم در مورد چه چیزی صحبت میکنم. حالا من اگه موسم رو بیارم پایین، موسم روی 4 تا خط دوم که خودشون یه مستطیل رو تشکیل میدن قرار میگیره که هر کدوم از این خط ها هم خودش نشان دهنده یه چیز دیگه هست. خط بالایی که الان واسه من خالیه، میبینید توش هیچی رسم نشده، یعنی هیچ رنگی توش وجود نداره از این ابتدا تا این انتها خالیه. این نشون دهنده اگر چیزی باشه، نشون دهنده اینه که اونجا شما یه در واقع لوپ قوی دارید، یعنی اصلا اونجا محل مناسبی واسه انتخاب پرایمر نیست. اون در واقع رنگش هم قرمز خیلی پر رنگ خواهد بود، حالت جگری داره. خط پایین میبینید که تعداد زیادی بخش قرمز رنگ هست و توی این لاین شما اونا رو مشاهده میکنید. این خطای قرمز نشان دهنده لوپای ضعیف هستن. میتونید از اونجا پرایمر انتخاب کنید به شرط اینکه در واقع مشخصات اون پرایمر رو چک کنید و ببینید اون لوپا توی دمای خیلی بالا قابلیت تشکیل نداشته باشن. اگه بیام خط پایینی، میبینید چند تا خط در واقع سبز رنگ کشیده شده توی این لاین پایینی. این بخش ها نشان دهنده توالیه پالیندرومیک هستن و پایین تر از اون هم در واقع اگر شما دنبال ناحیه خاصی توی دی ان ای بگردید و نتیجه در واقع اون جستجو رو بخواید مشاهده کنید، اینجا به صورت کلی میتونید به صورت خطای زرد ببینید این پایین. و این خط تکی هم که این پایین هست، من هر قسمتی که توی این فیچر انتخاب کنم اون حالت بنفش میشه. این پایین میبینید الان من انتخابش کردم بنفش شده. اگر من قسمت خاصی رو انتخاب کرده باشم، مثلا از 500 تا 800، اون تیکه فقط بنفش میشه. خب از این قسمت بگذاریم، بیایم توی بخش زوم این اریا. خب توی زوم این اریا شما میتونید شماره نوکلئوتیدتون رو ببینید توی این نواری که بالا هست و اگر بخواید دقیق‌تر ببینید کدوم نوکلئوتید انتخاب شده، میتونید این بخش رو مشاهده کنید. من اگه موس رو ببرم رو هر نوکلئوتید، شماره اون رو به من میگه. میبینید که این شماره به رنگ قرمز نشون داده شده، یعنی اینکه داره در واقع شماره نوکلئوتید رشته سنس رو به من نشون میده. این پایین بچه‌ها شما بازم اون خطوط رو دارید، اینها توالیشون از بالا پایین دقیقاً همون توالیه که توی این چهارتای آخر و این خط آخری بود. میبینید که فیچر اینجا بنفشه، اینجا هم بنفشه، فقط اینجا به صورت دقیق تری به شما نمایش داده شده. و این حروف انگلیسی هم که میبینید اینجا ترجمه در واقع کدون هاتون هستند به حروف تک حرفی آمینو اسید ها، یعنی در واقع شما ترجمه ژنتون رو هم اینجا میتونید مشاهده کنید. این یه توضیح کلی بود در مورد رابط کاربری این نرم افزار. خب دوستان بذارید ببینیم چطور میتونیم پرایمر تعریف کنیم با استفاده از این نرم افزار. دو تا نکته بگم قبل از اینکه شروع کنیم. نکته اول اینجاست که اگر تا حالا در واقع ویدیو مبانی تئوری طراحی پرایمر رو ندیدید، حتما اون ویدیو رو ببینید. برای اینکه بدونید چطور ژنتون رو از پایگاه داده استخراج کنید، ویدیو طراحی پرایمر با جین رانر رو ببینید. حتما اون بخش اولش مشخص شده که برای این منظور هست، اون رو نگاه کنید و میدونید که در واقع چطوری میتونید ژنتون رو فراخوانی کنید از مثلا سایت NCBI. خب این کاری که انجام دادید قطعاً اونجا چک کردید و خوندید و یاد گرفتید که چطور میتونید متوجه بشید که کدوم بخش مثلا این سکانس کد کننده پروتئین هست. میتونید از همونجا اون رو انتخاب کنید و به عنوان یه بخش برای جستجوی پرایمر اون رو استفاده کنید. اگر واسهتون فرقی نمیکنه که میتونید از هر جایی که دوست دارید طراحی کنید. اگر هم سایز پروتئین رو میدونید اما اون در واقع بخشی رو که اون پروتئین کد میشه رو نمیدونید، میتونید بیاید تو بخش آنالیز، برید توی در واقع قسمت اوپن ریدینگ فریمز و هم ببینید که این در واقع پروتئین هایی هستند که اینجا به صورت بالقوه میتونن کد بشن. مثلا فرض کنید من میدونم که پروتئینم 217 آمینو اسیده اما نمیدونم کجا این در واقع کد میشه. روی این هر کدوم از این مستطیلا کلیک کنم، مشخصات پروتئینی که کد میکنه رو به من میگه. مثلا من این بالایی این بخش بزرگ روش کلیک میکنم، میبینید به من میگه که از پوزیشن 1 تا 651
در واقع بخشیه که این پروتئین کد شده و مثلا 217 آمین اسید هم طول این پروتئین است و من میتونم حدس بزنم که مثلا این بخشی که من لازم دارم برای اینکه پرایمر رو واسش طراحی کنم. اینو داشته باشید، میتونید این پنجره رو بیارید پایین، میتونید هم ببندیدش. من میارم پایین، مینیمایزش میکنم و برمیگردم تو صفحه اصلی. میخوام این قسمت رو برای نرم افزار تعریف کنم که مثلا بعدم بیاد تو این بخش بگرده دنبال پرایمر و پرایمر رو از این بخش واسه من طراحی کنه. این پنجره فیچرز رو میبینید، شما میتونید روی این بخش قالیش دبل کلیک کنید، میتونید هم بیاد توی گزینه ادیت و گزینه فیچرز رو انتخاب کنید، هر کدوم راحت ترید انجام بدید. این به اضافه سمت چپ پایین صفحه روش کلیک کنید واسه شما یه خط جدید باز میشه. من می‌نویسم اسمش رو در واقع می‌ذارم ORF 1 و این ORF 1 روی این بخش جلوش کلیک کنید به شما میگه از کجا تا کجاست. می‌ذارید مثلا 1 2 تا نقطه 651 و انتر رو می‌زنید. این پایین می‌بینید به صورت نمادین، به صورت شماتیک واسه شما این قسمت رو بنفش کرد که یعنی بخشی که شما انتخاب کردید روی این قسمت سکانستون قرار داره. شما میتونید دو تا قسمت جداگانه رو هم به عنوان یک بخش انتخاب کنید. بذارید واسه تون انجام بدم که بهتر منظورم رو متوجه بشید. من دوباره روی این قسمت به اضافه کلیک میکنم، اسمشو میذارم join و بخوام اون قسمت رو انتخاب کنم با دستور join. مثلا میخوام از نوکلوتید 100 دو نقطه مثلا 400، این یه بخشیه که میخوام انتخابش کنه، و کاما مثلا 700 دو نقطه مثلا 950. فقط دور اعدادتون باید پرانتز باشه، من یادم نره پرانتز رو بذارم اول و آخر اعدادتون. من بعد از 950 و قبل از 100 یه پرانتز میذارم و هیچ فاصله هم بینشون نباشه. انتر رو که بزنم میبینید که من اگر این اسمش رو در واقع من جوین گذاشتم، این وقتی جوین رو انتخاب کنم این دوتا قسمت رو واسه من بنفش کرده، یعنی میخواد در واقع از توی این دوتا قسمت واسه من پرایمر رو پیدا میکنه. اگر بخوایم به صورت اتوماتیک سرچ کنیم بعدن به این میرسیم و میبینید که کارش چیه. خب من این بخش رو انتخاب میکنم و نگهش رو میدارم واسه بعدن. شما میتونید اون اکسپت رو پایین بزنید و در واقع خودش اکسپت میکرد و نگهش میداشت اون بخش واسه شما. میبینید که من این سه تا بخش دارم. خاطرتون هست که گفتم این خط پایینی اون بخشایی که شما انتخاب کردید، بذارید روش کلیک کنیم. مگر اون فیچر شماره 1 که به صورت پیش فرض انتخاب شده بود از اول کلیک کنم، میبینید که همه این بخش بنفش میشه. اگر روی ORF 1 کلیک کنم میبینید که این بخش در واقع ابتدایی واسه من بنفش شده، یعنی اگر این موس رو من حرکت بدم اینجا رو کلیک کنم میتونم به صورت حدودی بدونم که آیا توی اون محدوده‌ای که میخوام هستم یا نه. و اینجا هم میبینید که پایین پایین بنفشه، یعنی میتونم اون بخشی رو که میخوام به عنوان پرایمر انتخاب کنم. و اگر روی این قسمت جوین رو هم در واقع کلیک کنم میبینم که این دوتا قسمتی که لازم داشتم واسه من بنفش شده بود. اینا فقط مثاله، فقط میخوام کارهای نرم‌افزار رو بهتون نشون بدم. قبل از اینکه بریم و پرایمر رو به صورت اتوماتیک بخوایم طراحی کنیم، بذارید به صورت دستی این کارو انجام بدیم که بیشتر با کاربردهای نرم افزار آشنا بشید و بعدش هم میتونیم بریم بخش در واقع انتخاب اتوماتیک طراحی پرایمر. خب بذارید من مثلا فرقی نکنه که از کدوم قسمت میخوام انتخاب کنم. من کلش رو انتخاب کردم، میتونم توی این بخش بگردم و ببینم که چه تی امی مد نظرم هست. ببینید الان این بخشی که این پایین هایلایت شده اون بخشیه که واسه شما به عنوان پرایمر در نظر میگیره نرم افزار. میبینید که اینجا هم نوشته که در واقع 20 نوکلوتید طولشه. فرض کنید من میخوام پرایمرم تی امش هولوش مثلا 52 تا 3 باشه، میتونم این رو جابجا کنم روی ژنم تا ببینم کجا مثلا هولوش 52 3 درجه است. اینجا من نگهش میدارم و فرض کنید این رو به عنوان پرایمر فورواردم میخوام انتخاب کنم. خاطرتون نره شما باید اون بخشی که به عنوان پرایمر انتخاب می‌کنید مشخصات پرایمر رو داشته باشه. حالا این تی امش رو من در نظر می‌گیرم، شما باید جی سی ران نداشته باشید، ای تی ران نداشته باشید. مبانی طراحی پرایمر رو ببینید بیشتر متوجه می‌شید. اگر بخواید در واقع سپریم جی سی کلمپ انتخاب کنید بعد اون رو در نظر بگیرید، اما من به صورت رندوم این رو انتخاب می‌کنم چون ما فقط می‌خوایم کار با نرم‌افزار رو یاد بگیریم. گفتم که وقتی اون بخشی رو که مورد نظرتون بود می‌خواستید به عنوان پرایمر مثلا فوروارد یا ریورس انتخاب کنید، رون مربع خاکستری کنار این پرایمر فوروارد کلیک می‌کنید. خب الان نظر به من میگه که پرایمر فوروارد شما رو در نظر گرفتم از پوزیشن 226 به طول 20 نوکلوتید. می‌بینید که اینجا هم پرایمر فوروارد من رو نشون داده. اگر اینجا دقت کرده باشید به صورت رنگ قرمز بهتون گفتم که اگر من پرایمر
فورواردم رو انتخاب کنم، اینجا روی این خط اول یه بخشی رو با عنوان پروگرامر فوروارد واسه من نمایش میده که الانم اینجا رو میبینید نمایش داده تو اون بخش بالای این 5 تا خط. و حالا میخوام پرایمر ریورس هم انتخاب کنم. خاطرتون بازم باشه که من گفتم اگر بخوایم میتونیم این تور رو تغییر بدیم. بذارید واسه یادگیر فقط تغییرش بدیم. میام تو قسمت چنج میزنم current oligo length و طولش رو به 22 نوکلوتید تغییر میدم. اینا فقط مثال واسه یادگیری. وگرنه بهترین حالت اینه که پرایمرامون طولشون یکسان باشه. و اوکی رو میزنم، میبینید که اینجا تغییر کرده 22. خب حالا میخوام قطعا پرایمر ریورس هم هولوش 52 درجه باشه تی امش. من این در واقع نوار رو تغییر بدم، جای این قسمت خاکستری تغییر میکنه رو سکانتم و من میتونم اون قسمت مورد نظر رو انتخاب کنم. خب اینجا هولوش 50 هم از یک دامه یکم جا بیدش کنم احتمالا 52 برسم. خب 52 یک چیز هولوش اینجاست، یکم آرومتر تغییرش بدم که بتونم پیداش کنم اون قسمتی که 52 هست. مثلا 53 هم بد نبود، میتونم راحت تر اینجا تغییرش بدم. اگه بخوام یه دونه یه دونه تغییرش بدم روی این در واقع فلش ها میتونم کلیک کنم. اینم بد نبود، 51 و 3 دهم بود. خب فرض رو بر این بذاریم که میخوایم این قسمت پرایمر ریورس همون باشه. من روی این مربع خاکستری کنار پرایمر ریورس کلیک میکنم و اونم سبز میشه. ببینید به محض اینکه پرایمر فوروارد ریورس رو انتخاب کردیم، میبینید که برای پرایمر ریورس هم یه بخش آبی آورده اینجا و پروداکتم رو هم به صورت خاکستری نمایش داده بین پرایمر فوروارد و ریورس. من اگر روی این آیکون سمت چپ PCR پروداکت کلیک کنم، برای من مشخصات کلی PCR هم رو میاره. خب گفته پروداکتتون طولش 559 نوکلئوتیده، تی امش 83 درجه است، درصد جی سیش هم 41 درصده و یه اسکوری هم بهش داده بر اساس سیستم اسکورینگ نرم افزار. توی در واقع اون فایل آموزشی میتونید در موردش بیشتر بخونید، خیلی طولانیه، نیازی هم به توضیحش نیست. پرایمر فوروارد هم از نوکلئوتید 226 به طول 20 نوکلئوتیده که میشه در واقع تا مثلا حالش 246 و پرایمر ریورس هم از 763 به طول 22 نوکلئوتیده. تی ام هم اینجا نوشته 52.4 و 50.4 و اختلافشون هم میبینید که زیاد نیست، 2 درجه است. اما من باید اینجا بیام کامنت هم بخونم. نوشته که اختلاف بین پروداکتتون و پرایمر فوروارد و ریورزتون، اختلاف تی امشون خیلی زیاده. راست میگه، این 83 درجه است، این 52 50 درجه است. میتونید جا رو عوض کنید، یعنی در واقع همین کار رو ادامه بدید تا اینکه پرایمر مطلوبتون رو بدون هیچ کامنتی در واقع داشته باشید. بذارید من یه امتحان دیگه بکنم. اینو من میبندم، دوباره جابجا میکنم. مثلا قطعه رو میتونم کوچیک‌تر کنم برای اینکه تی امش بیاد پایین‌تر. اینجا هم بد نبود، میتونم این رو به عنوان پرایمر ریورس هم انتخاب کنم. دوباره اگر رو همین مستطیل سبز کلیک کنم، جای انتخاب پرایمر ریورس هم رو تغییر میده و من دوباره ببینم که این پرایمر هم خوب شد یا نه. این دفعه در واقع ایراد دیگه که به پرایمر من گرفته، گفته که سپریم اند پرایمر در واقع ریورستون دایمر میسازه. اینا بعدش توجه کنم و باز هم میتونم جای پرایمرم رو تغییر بدم، یه مقدار جابجاش کنم تا یه چیز بهتری به دست بیارم. این قطعا بد نیست، بذارید ببینیم بهتر شد یا نه. همچنان میگه اختلاف تی ام زیاده، 82 خورده درجه، میتونم کوچیکترش کنم. البته این در واقع به این معنی نیست که اگه شما این پرایمر رو انتخاب کنید 100% پی سی آر شما با مشکل مواجه میشه، اما بهتره که این اتفاق نیفته. من هنوز هم میتونم جابجا کنم تا پرایمر بهتری بگیرم. 52.9 هم بد نیست، اما این یکی بهتره. 82 درجه. بچه ها یه نکته هم خدمتتون بگم، همیشه نمیتونید شما یه طرح آزمایش ایدئال داشته باشید. بعضی وقتا واقعا مجبورید اون چیزی که هست رو در واقع قبول کنید و با تغییر شرایط آزمایشتون به اون نتیجه‌ای که می‌خواید برسید. اما من همچنان سعی می‌کنم که بتونم یه پرایمری بگیرم که حالا مطلوب‌تر باشه. قطعه رو هرچی کوچیک‌تر کنم تی امش میاد پایین‌تر، شاید بتونیم کامنت رو نداشته باشیم. همچنان این کامنت رو داریم. من جابجا کنم قطعه رو خیلی کوچیک کنم مثلا. بد نبود این پرایمری که اینجا داشتم.
دوباره قسمت رو کلیک میکنم. شما میتونید اون بخش جنری رو که میخواید واسهش پرایمر طراحی کنید، مثلا اگه تشخیصی باشه و اگه واسهتون مهم نباشه که برای کجا دارید پرایمر طراحی میکنید، میتونید جاشو عوض کنید و خیلی راحت یه نتیجه بسیار خوب بگیرید. اما اگر شما مجبور باشید واسه یه تیکه خاصی طراحی کنید پرایمر، چاره ای ندارید به غیر از اینکه در واقع این بخشی رو که حالا TMش اختلافی زیاد هست یا نه، چاره ای ندارید به جز اینکه اون رو انتخاب کنید. من اگر روی این بخش دوباره کلیک کنم، میبینید که الان کامنتی ندارم، یعنی حالا یه در واقع طراحی پرایمر مناسبی هم هست. اما خب طول قطعه پروداکت هم زیاد نیست، این عیبی نیست. اما من اگر بخوام واسه مثلا اون پروتئینه، واسه اون قطعه‌ای که پروتئین رو کد میکنه در واقع بخوام پرایمر طراحی کنم، خب این قابل قبول نیست واسه من. اما برای مثلا پی سی آر تشخیصی قابل قبوله، این مشکلی نداره. خب این پرایمرهایی که طراحی کردم الان از لحاظ TM با هم مشکلی نداشتن، یعنی TMهاشون نزدیک بود، با TM پروداکتم هم نزدیک بود، از این لحاظ به من نرزار گفت که مشکلی ندارن. اما همچنان من باید چک کنم ببینم که آیا اینا میتونن دایمر تشکیل بدن، هرپین چطور، و اگر میتونن توی چه دماهایی هستن، و یا اینکه جایی به غیر از این جایی که من واسهشون در واقع روی جن انتخاب کردم میچسبن یا نه، یعنی آن اسپسیفیک بایندینگ دارن یا نه. شما میتونید همه این کارا رو توی بخش آنالایز انجام بدید. اگر بخواید دابلکس رو چک کنید، میتونید مثلا برید توی دابلکس فرمیشن برای پرایمر فورواردتون چک کنید. به شما میگه که این پرایمر شما میتونه در واقع توی دو درجه یه دونه در واقع دایمر تشکیل بده که اصلا واسه ما موضوع مهمی نیست. بخواید هرپینش هم چک کنید، میبینید که گفته توی 43.8 درجه میتونه در واقع هرپین تشکیل بده. دقت کنید، معمولا 10 درجه اختلاف با دمای انلینگ واسه ما مطلوبه، یعنی اگر مثلا دمای انلینگ من 52 درجه است، تا 42 درجه اوکیه که اگر بخواد برای هرپین تشکیل بده. این در واقع یه حالت مرز داره، گفته توی 43.8 درجه میتونه هرپین تشکیل بده، خیلی مطلوب نیست برای ما، یعنی باید یه چیز انتخاب کنیم که بهتر از این باشه. اما اگر چاره‌ای نداشتیم، بازم همینیه که هست و نمیتونیم تغییرش بدیم. من این رو ببندم، میتونم واسه پرایمر ریورس هم همین کار رو انجام بدم. پرایمر ریورس هم مشکلی از این بابت نداره، نه در واقع واسه هرپین، نه در مورد در واقع دایمر. بررسی های دیگه ای که میتونید انجام بدید اینه که برید هرپین فورمیشن رو چک کنید. بازم همون جوریه، میاد توی بخش هرپین فورمیشن، روی فوروارد کلیک میکنید. اونجا هم واسه تون در واقع توی بخش قبلی نمایش داده بود، اما اینجا میتونید به صورت اختصاصی تر ببینیدش. تو این بخش فالس پرایمینگ سایت هم میتونید متوجه بشین که آیا این پرایمر فوروارد یا ریورس شما به جای غیر اختصاصی متصل میشه یا نه. بذارید من فوروارد پرایمر رو بزنم. فقط قبل از اینکه روش کلیک کنم، یادتون باشه که فوروارد پرایمر به رشته ریورس میچسبه. ببینید 4 تا در واقع اینجا گزینه واسه شما بود، یعنی در واقع به شما گفته توی رشته سنس و آنتی سنس شما این پرایمری که طراحی کردین به 4 تا جا میتونه متصل بشه. این سومی که میبینید همون جاییه که در واقع ما براش طراحی کردیم که متصل بشه. میبینید که دقیقاً توالی مچه و کاملا به رشته آنتی سنس ما متصل میشه. میبینید رشته آنتی سنس هم با رنگ آبی نشون داده، این رنگ ها همه جا یکسانه، این توی همه مراحل یکسانه. خب این بهش اسکور 424 داده که در واقع گفته این بهترین حالت و ایدئال ترین حالت شماست. توی رشته آنتی سنس به یه جای دیگه هم میتونه متصل بشه با در واقع اختصاصیت، یه امتیازی داده به اون اختصاصیت 71 که اگر این مطلوب نباشه به شما یه پیغام میده. بهتون میگم پیغام چیه. برشته در واقع سنس شما باز هم به دو جا میتونه متصل بشه. این پایینه رو که من در واقع موس روش تکون میدم، میبینید بهش امتیاز 66 داده و این هم مشکلی نداره. اما به این محل اتصال بالای امتیاز 247 داده و جلوش یه کامنت گذاشته، نوشته above the threshold. این میتونه در واقع کامنت خوبی نباشه برای شما و بهتره که شما اون در واقع محل طراحی پرایمر رو جابجا کنید، به صورتی که پرایمری که انتخاب میکنید نتونه به جای آن اسپسیفیک بچسبه، و یا اینکه اگر متصل میشه بالای ترشهولدی که نرم‌افزار واسش تعریف شده نباشه. اما بازم خاطرتون باشه که این ترشهولد در واقع هیچ اجباری واسه شما ایجاد نمی‌کنه. بازم شما میتونید با جابجا کردن دمای انلینک توی آزمایشتون این مشکلات رو برطرف کنید. به هر حال این یه رشته‌ای هست که دارید و شما یه سری محدودیت‌هایی دارید توی آزمایشتون. شما نمیتونید ایده‌آل‌ترین حالت ممکن رو داشته باشید همیشه. خب بریم سراغ بخش بعدی.
توی این بخش PCR میتونید مشخصات PCRی که در واقع میتونید انجام بدید رو ببینید. میبینید که این پنجره همون پنجره‌ای هست که من اگر اینجا کنار PCR product روش کلیک کنم میبینم که قبلا در موردش صحبت کردیم. و این بخشی بود که شما میتونید توی در واقع منوی آنالیز اونها رو بررسی کنید. حالا بذارید ببینیم چطور میتونیم به صورت اتوماتیک پرایمر در واقع طراحی کنیم، یعنی به خود نظر بگیم که بگرده واسه ما اون بخشی که میخوایم واسه ما پرایمری که وجود داره رو طراحی کنه. میایین تو بخش سرچ، میایین توی در واقع قسمت فور پرایمرز اند پروبز و اینجا میتونید به نظر بگیم واسه شما بگرده و اون پرایمری که میخواین انتخاب کنه. فقط اول به شما میگه که چه نوع پرایمری میخواین طراحی کنید. اینجا در واقع تو این بخش بهش میگه که من میخوام برای PCR پرایمر طراحی کنم. توی بخش پایینی میتونید واسه ریل تایم PCR در واقع پرایمر طراحی کنید، یه تگمن پروب طراحی کنید به اضافه یه جفت پرایمر، و این پایین هم در واقع مشخصات واسه انواع دیگه PCR رو میتونه در نظر بگیره. توی این قسمت ساب سرچ میتونید در واقع مشخصات دیگه ای که میخواید پرایمر شما داشته باشه رو در واقع به نظر بگید که رعایت کن. یه سری مشخصاتی که قبلا در موردش صحبت کردم توی مبانی تئوری میتونید اونها رو چک کنید. خیلی از اونها هم با نظر پرایمر تری و جین رانر یکسانه، اونها رو میتونید چک کنید و در واقع اینجا اگر بخواید تغییر ایجاد بدید. اما معمولا این تنظیمات پیش‌فرض رو تغییر نمیدن چون که خودش توی بهینه حالتی هست که وجود داره. گزینه دیگه‌ای که اینجا هست یه بخش پارامترز هست. شما میتونید مشخصات PCRتون رو اینجا تعیین کنید، یعنی در واقع مثلا اگر مانووالان یونتون بیشتر از 5 میلی مولاره میتونید اینجا واسهش بگید مثلا من بیشتر از اون دارم توی آزمایشم. در واقع نرازا چون که داره از فرمول نیرست نیبر استفاده میکنه برای مشخص کردن فاکتورهای مختلف PCR و طراحی پرایمر شما، تغییر این مشخصات، تغییر این شرایط آزمایش میتونه عددها و نتایج مختلفی برای تعیین TM در واقع پرایمر شما ایجاد کنه. معمولا اینا رو تغییر نمیدن، اما اگر شما دارید در واقع آزمایشتون رو توی شرایط خاصی انجام میدید یا پرایمرتون رو برای شرایط خاصی دارید طراحی میکنید، خب میتونید اینا رو تغییر بدید. غلظت یونای در واقع تگ ظرفیتی هست، غلظت منیزیم هست توی آزمایشتون، غلظت سدیم هست و کانسنتریشن در واقع تمپلیتتون، دی ان ای تمپلیتتون. تو این بخش constraints هم شما میتونید محدودیت ها رو واسه پرایمرتون تعیین کنید. خیلی از اینا رو توی مبانی تئوری گفتم، مثلا اولی گفته که طول پرایمرتون چقدر میخواد باشه، 21 به اضافه منهای 2، یعنی مثلا از 19 باشه تا 23. acceptable 3 prime برای در واقع دایمر دلتا جیش چقدر میخواد باشه، منفی 2.5 کیلو کالریه. این عددا رو هم یه فایلی من گذاشتم توی کانال برای در واقع طراحی پرایمر، این عددا رو گفته که مثلا بهینش چقدر میتونه باشه. من هشتگی که روی صفحه میبینید و سرچ کنید توی کانال، اون فایل رو میتونید دانلود کنید و مطالعه کنید. اما معمولا اینا رو هم تغییر نمیدن. گفته که مثلا رنج TM پرایمرتون میخواین چقدر باشه، اینجا خودش گفته 52.5 به اضافه منهای 2 درجه، اونم به هر حال بستگی به خودتون داره، و مشخصات دیگه که اینجا ذکر شده. و توی در واقع تب آخر این پایین، توی تب more constraints شما میتونید مشخصات در واقع خیلی دقیق تری رو تغییر بدید. مشخصات خیلی اختصاصی تری هم هست که باز هم بستگی داره که شما میخواید این کار رو انجام بدید یا نه. توی ویدیوهای قبلی خیلی از اینا رو توضیح دادم. این بخش sequence constraints رو دست نمیزنیم، این برای افرادی که میخواین در واقع پرایمرشون توالی خاصی رو دنبال کنه برای طراحی. یعنی مثلا نظر میگن که مثلا دارم میگم توی پرایمری که واسه ما طراحی میکنیم مثلا توالی میخوام ACGCAA باشه، یه همچین حالتی میتونه واسه اونایی که مثلا دارن پرایمر طراحی میکنن واسه کلونینگ یه رستریکشن سایت باشه، مثلا میخوان این رستریکشن سایت توی پرایمری که طراحی میکنن باشه و مثلا از اونجا آنزیمشون برش بده، اینا میتونه کمک کنه واسه اون افراد. اینم سیستم اسکورینگش هست که ما نیازی نداریم که تغییرش بدیم. من گزینه اوکی رو بزنم، مثلا الان پارامترهامو تنظیم کردم. یه دکمه هم داره اینجا به اسم رنجز که شما میتونید اون محدوده ای که میخواید در واقع توی اون محدوده جستجو بشه و پرایمر طراحی بشه رو اینجا انتخاب کنید. یادتون باشه ما 3 تا محدوده داشتیم که اول تعریف کردیم توی بخش فیچرز. یه دونه سورسه که همون محدوده کل سکانس ماست، یه دونه ORF وانه که برای اون پروتئین ماست، و یه دونه هم جوین بود که در واقع به عنوان مثال طراحیش کردیم. من روش کلیک کنم، توی این بخش بالا گفته که پوزیتیو استرند و
کجاشو بگم واسه طراحی پرایمر. شما مثلا میتونید بگید مثلا دارم میگم از یه نوکلوتید تا یه نوکلوتید دیگه واسه نگاتیو استرند همین رو داریم، اما میتونید بیاین این بخش چکت ریجن رو انتخاب کنید، روش کلیک کنم بهتون میگه کجا رو میخوایم بگردم. من اوعارف وان رو انتخاب میکنم که مثلا فقط واسه من بگرده و از این توالی در واقع پرایمر طراحی کنه و گزینه اکسپت رو میزنم. حالا باید بیاید این بالا این تیک رو فعال کنید، نوشته find products in checked region یا regions، حالا اگه دوتا رو انتخاب کردید میتونید دوتا باشه only. کلیک کنم اون بخش بالایی خاموش میشه و تغییر میکنه به 1 تا 651. این بخش پایینی هم شما میتونید اندازه محصول PCRتون رو انتخاب کنید که خودش به صورت پیش فرض داده از 39 تا 1500 نوکلوتید که میتونید حالا اگر محدودیتی دارید بازم تغییرش بدید، یا مثلا اگر محدودیتی تو مینیمم قطعه یا ماکسیمم قطعه دارید نسبت به اون آنزیمی که داره واسه شما کار انجام میده میتونید اون کار انجام بدید. مثلا واسه تک پلیمراز این رو معمولا 1000 نوکلوتید ماکسیممش رو در نظر میگیرن و دیگه نیازی نیست بخش دیگه رو تغییر بدید. من گزینه اوکی رو میزنم و خیلی راحت میتونید گزینه سرچ رو بزنید، میگرده اون پرایمرایی که واسه شما مناسبه رو پیدا میکنه. روی هر کدوم از اونا در واقع کلیک کنید اون نوار آبی میشه، مشخصات رو واسه شما گفته، مثلا گفته پرایمر فورواردتون اینجا از نوکلوتید 59 شروع میشه، پرایمر ریورستون از نوکلوتید 332، اسکورش رو گفته بر اساس اسکورینگ سیستمتون، طول محصول پی سی آر رو گفته 294 نوکلوتید و اپتیموم پی ای گفته 52.6 و پرسنتیس سی جی رو هم گفته 40.5%. روش دبل کلیک کنم مشخصات پی سی آر واسه همون میگه. ببینید که اینجا واسه پرایمری که خودش طراحی کرده هیچ کامنتی نذاشته و همه چی مناسب هست. اینم از طراحی اتوماتیک در واقع پرایمره. خب دوستان، امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه و بتونید ازش استفاده کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک کنید و اگر نظری دارید توی بخش کامنت ها واسه من بنویسید. اگر هم تا حالا توی کانال سابسکرایب نکردید لطفا روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و اگر اون زنگوله کنار سابسکرایب هم کلیک کنید وقتی من ویدیو جدیدی منتشر میکنم واسهتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید تشریف بیارید و اون ویدیو رو ببینید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.